همینجاست. اونجوری که نوید میگفت اینجا زیاد میومده. شما بشین. شما بشین پسرم. اه چرا؟ عزیزم بهت میگم بشین، بشین. آخه بابا ببین من بیا. پسرم من اینجوری خیالم راحت تره. بشین. سلام آقا. سلام آقا. میز سه. من سیستم نمیخواستم، فقط میخواستم بدونم شما جوانی به نام برزو رو میشناسین؟ فرمایش؟ شما صاحب اینجا هستین؟ مورد پیش اومده؟ نه آقا، فقط میخواستم بدونم این جوان رو میشناسین؟ آقا اسی کدوم سیستم خالیه؟ آقا برزو؟ بایش باید کار ندارم. بایش باید کار ندارم. باید کار ندارم. بایش باید چه نره دنباله. حمید بایش بابا. قبول بشه سودا به جون، یه دو غمی وسط بذار. حدیثو ندیدی؟ حدیث؟ حدیث خاله؟ جانم خاله جون. امیرعلی و آقا وحید دارن پایین قضا میکشن. میگم مریم خانم براشون ببره. بهانه جور کردم واسه رفع کدورت، وگرنه خودم هم میتونستم ببرم. امیرعلی چیزی بهتون گفته؟ مادر که باشی از پشت تلفنم درد بچه تو میفهمی. ببر دیگه براشون، بزرگ تا سرد نشد. سلام. خوش آمدی. مرسی. راستش دفعه اولی که آوردنم اینجا نمیدونستم کجا آمدم، ولی الان میدونم. با داداشم آمدم تو حیاط. خیلی خوش آمدی. چقدر چادر بهت میاد. واقعا. بیا تو عزیزم، بیا. با زحمتای ما. خواهش میکنم. نمازتم قبول باشه. بشین بالا، بشین. سودا به جون، برای من. الان شد 420 تا. یه 30 تا هم باید باز آماده کنیم، یه 20 تا هم باز میمونه. قبول باشه. خسته نباشید. ممنون از شما دارم. برای 4 نفر یه چایی آوردی؟ آقا ولی بیا پیک شادی اومد. بفرما. بسم الله. بفرما. دست شما دارم. ببخشید اگه امروز ناراحتتون کردم. یه گوشی موبایل امانتی مگه چقدر میارزه؟ کاش بدونین کفاره گناهی که داری نسبت میدین چقدره. دیوار حاشیه‌ای که داری میسازین پیش فرو ریخته. عمق قضاوت شما کم شده. این الان یه جور اعلان جنگه یا دارین بهانه میتراشین برای سازش؟ ببخشید خانومه. بعضی وقتا نگفتن بعضی چیزا دلیل خبط و خطا یا گناه نیست. تا سوالی نباشه بله. سلام بانو. اما جواب نداشتن آدمو وادار به قضاوت میکنه. این فلسفه شخصیه، نه حجت عقلی و فقهی و قانونی. بله مادر، بعد از این حدیث خانومم اینجاست.
حمید رضا؟ یا قمر بنی هاشم؟ حمید رضا چی شده؟ سلام. 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 دیر که نکردم آجا. نه حالش چطوره؟ بردنش اتاق همه. ببخشی بابا، صورت جلسه آماده است. دستو چی میفرمید؟ حاج آقا بازی کشی که؟ آقای همتی شما این صورت جلسه رو به رویت ایشون برسونید و صورت لازم رو ایشون صادر بکن. چشم. منم با اجازتون بهشون زنگ میزنم. آقا صبح گفتم دستور تعقیب و صادر کنیم، نکرد. اینجوری که نمیشه مردم رو تعقیب کرد. الان فرق میکنه، جرم اتفاق افتاده. من باید دستور تعقیب خودم رو صادر میکردم. آقا اینقدر خودتون سرزنش نکنید. ممکن بود بدتر از این اتفاق بیفته. ریت من اشتباه کردم. من نباید حمید رضا رو با خودم میبردم. من نباید به نوید بی اعتنایی می کردم. دکتر ابراهیمی به بخش مرسوارسان. الو آقای همتی. سلام، من وحید هستم. خانم پرست دار دستم بزن. من چه بلی سر باشم؟ من که نمیتونم الان به شما جواب بدم. یکی خودتان باشی. مامان دلم باشم. مامان بیتابی نکن قربونه. بیتابی نکن. مامان من تو حمید رضا زهی و سالم از این اتاق بیرون نیاد اینجا نمیرم. مادر کاری از دستت ساخته نیست. گفتم من اینجا نمیرم. منم همین که گفتم. بچه ها که آمدن میری خونه. عالیه، دست درد نکنه بابا. گم قرار بود قبولی دانشگاه یه ماشینم برام بخری. نکنه بخوای با همین گوشی سراتش رو کلن هم بیاری. نوکرتم بابا.
مامان قربونت برم، اینجوری که از پا میافتی. بیا بشین. بابا تو وقت داشتم میمدم تو حیات. افطار نکرده؟ مگه شما افطار کردین؟ بایی جان سنه رو برده به برخونه برای بچهش خوبی همین علی مادر من شب جا که اینقدر نگرمه بابا شکم به فکر خود بایی بایی خوشبختانه اول انجام به خیر بزن خیلی ساعت دیگه از ریکاوری میارنش بیرون فقط اگه بیشه لطف کنین اینجا رو خلوت کنین چون بودنتون که کمکی به حال بیمار نمیکنه بفرمایید مامان خوبی؟ قربونت برم بابا رو تو میشناسی واسه اینکه نگاش تو نگات نیفته رفته تو حیات فکر میکنم خود بهش بگی بهتر باشه راست میگه دیگه انقدر بد عادتش کردی فقط لقمه از دست خود جدا خدا به آدم شانس بده میدونم افطار نکردی فقط تونستم همینو پیدا کنم به خیر گذشت ده تو الحمدلله بسم الله
توجه به محتویات پرونده متهم میتونه به قید ضمانت با وثیقه 100 میلیون تومان تا پایان تحقیقات و دادرسی آزاد بشه. بشینید آقا، بشینید. اگه برای رأی صادره اعتراض دارید تا 20 روز دیگه میتونید تجدید نظر درخواست کنید. بفرمایید لطفا، بفرمایید لطفا. چه خبر؟ دستور لازم رو که صادر کردم خودم هم دارم به صورت مستقیم روی این پرونده نظارت میکنم. حاج آقا عاطفی، بهتر نبود میموندین خونه یکم استراحت میکردین؟ همتی، این پسر برزو کلید خیلی از سوال است. شما خیالتون راحت، من زیر سنگم که باشه پیداش میکنم. هیچ کدومش نیست. آقا این صندوق پیامش هم بخونم؟ بخون همه رو. رازداری میدونی چیه؟ بله. چشم و گوش و زبونتو بکن رازدار پسرم. بله آقا. اون چیزی رو بخون که من باز بدارم. چشم. روزه سکوت دو معنی داره، یا دردت بزرگه یا عشقت کوچیکه. کدومیشی که چاره نداره؟ هیچ کدوم. فقط یکم دعا میکنیم حقی به گردن هم نداره. آدم ها وقتی به معشیت الهی دل میسپرن، بارون بلام که بیا جون سالم به در ببرن، چون دیگه خدا تو دل اونا نیست، اونا که تو دل خدا. جوون رعنایی بود، خدا رحمتش کنه. خلاصه حاجی، خدا مصیبت رو میده، صبرش هم میده. سر شما سلامت بشه. سلامت باشید. همسایه گردن همسایه حق داره، شما هم که حق رو حق داری. اگه کاری از دست ما برمیاد بفهمین در خدمتیم. خدا بزرگی کمتون نکنه. ماشاءالله آقا جهان، امروز خیلی سر و پایی. اونجوری که من شب هفت دیدمتون گمون نمی کردم که. خدا رو شکر، خدا صبر میده. یه پیامک هست، اسمش برزوه. حد دارم که آقایون کار و زندگیشون رو ول کردن به امان خدا. معرفت خرج کردین و این سر سلامتی ما. دمتون گرم. خوبیت نهره بیشتر از این مزاهم آقایتون بشیم. کاسب جماعت به کسبش دل خوشه. مزاهم رزق و روزی زن و بچه تون نشم. یا علی. خدا سر بده بهتون آقا جماعت. محبت کرد. خدا سر بهتون. سالتون گرم نشه. یا علی. زحمت کشتید. خیلی محبت کردید. خدا خیرتون بده. تشکر.
یه پیامک دیگه هم هست، مال قبله، فکر کنم تاریخش میلادیه. اجازه بدیم. آقا ما کاری نکردیم که. دست مریضا دادن دستموز بگیر. دست شما دارن. دفترم تخته کن. آقا مشتری ها چی؟ اجالتا بشن مشتری بقیه، اعصاب این جماعت رو نهرم. آقا اگه کسی سراغتون گرفت؟ بگوی داره تحمیل و صبر بر مصیبت میکنه. داری میرین سراغ برزو؟ آقا اگه اجازه بدیم من تو رکابت باشم. رکاب من فعلا واسه خودم هم جا نهره. به کسی نگو دنبال چی بودیم و دنبال چی هستیم و چی پیدا کردیم. وقتی هزار تا سوال تو سرت زغزغ میکنه تا جوابشو پیدا نکنی خواب آشفته میبینی. خوبی داری پسر؟ به مامان بگین دعای همین پدر مادره که تو رو از خطر نجات داده. بله آقای دکتر. آقای دکتر کی مرخص میشه؟ برای مرخصی یکم زوده، یه دو سه روزی باید مهمون ما باشه، به خصوص که حالا پسر قاضی عاطفیه. ببخشید آقای دکتر، مثل اینکه شما هنوز پدر منو نشناختین. پدر من با هر چی که رپته باشه مخالفه. چی؟ رانت و پارتی. نه خوب شده. به دکتر زمانی بگو ایشون هم یه ویزیتی بکنن. بله حتما. بفرمایید. یه دو دقیقه. بله. نمیتونم بخندم، درد میگیرم. چی میگی تو؟ تو چرا میپری به من سخت دارم؟ چی اینجوری میکنی؟ یکی نیست به تو بگی آخه، چرا خودتون رو خود هر آشی میکنی؟ این بیمارستان قانون نداره، ساعت ملاقاتی چیزی آخه. حمید رضا بابا همینجوری داغ نوید رو دل سنگینی میکنه. آخه تو هم باید حالا خوبی؟ چی میگی تو؟ بابا کجاست؟ رفت داد سرا. بابا دیشب تا صبح بیدار بود و دعا میخوند و الغوث و علف میگفت. یه جماری چشم باز کردم، نگاش کردم، دیدم داره به پهنای صورتش عشق میرسه. چیزی نگفتم، خلوتشو به هم نریختم. ولی مدام خودشو سرزنش میکرد. تمام تهران. راستی ما چند روز دیگه دور همی داریم، اگر مایلین در خدمتتون باشیم. اگر مایلین
مشتاقم ببینم اتون. منم مشتاقم. راستی عمل بینی هم انجام میدید؟ بله. با اجازتون من الان الو گوش کنم چی میگم. ماشین هم جلو شرکته، سریع برو برش تا بیه به این آدرسی که برمی فرستم. بجو افشین برزو هم اگه کاری داشتی به این شماره بهم زنگ بزن. آره فکر کنم آمارم رو گرفتن. سلام خانم. سلام. من پدر برزو هستم، همسایه‌تون، انگاری زنگشون خرابه. آقا به خدا ما هم آسی شدیم. هر روز هر روزی هم بهتونی داره یه دوستای زنگ ما رو میزنن میان و میرن. چی بگم والا؟ بله عذرخواهی میکنم، من برای همین چیزاش اومدم، درستش میکنم. شما درو باز کنید. نه بابا الان از خط نوید اون یک شماره هم زنگ زدم. یعنی کنجا واسه سودو خالی کنیم بریم. آره منتظرم بهت میگم. سود اومدی ها؟ توی شما باید بابای نوید خدا بیامرز باشید.
نه خوش اومدید. این رسم مهمون نوازی نیست پسر. امیر علی حاجی گفت بیاد. اینو قاضی رسولی رویت کنه، نظرش برای من بیاری. بجم مومن، بجم. به به، امیرعلی. سلام آمو. خیر آمو. راستش نمیدونم اصلا اومدن من اینجا درسته یا نه. شما بگو ببینم چی شده تا خیر و شرش مشخص بشه. امیدوارم نوید منو ببخشه. این رم گوشی نویده، یه سری اطلاعات توش داره، فکر کنم به درد بخوره. اینطوری بهتر شد. حالا مثل آدم هم میتونی خوب بشنفی، هم میتونی خوب حرف بزنی. بگو چی میخوای از من؟ حقیقت. این روزای چیزایی میشنفم که میفهمم با زندگی خیلی غریب بودم. از نوید بگو، شایدم تو رفیق شیشش بودی. نوید یکی دیگه بار بزنم بکشی. نوید دو روز قبل از فوتش گوشیش آورد که براش ویروس کشی کنم. گفتم تا اونجایی که میشه اطلاعات رمش رو فرمت نکنم که چشم افتاد به این فیلم. بله آقا خودش. سر خدا تو رو رسیم. من خودم میرم اونجا. حاج آقا عاطفی، پس لطفا دست به جنبان. چشم. این کم کم مال یه ماه پیشه، شاید جاشون رو عوض کرده باشن. تو رفاقت خیلی گردن من حق داشت. اون روزم اگه باش بلند شدم رفتم تو اون دادسرای خراب شده، فقط به خاطر این بود که خریت نکنه. اینو زدم که بدونی دیگه پشت سر مرده، اونم پسر من. چرت و پرت نگی. الان صد بار بهش گفتم نوید جان، قاضی جماعت برامو معرفت سرش نمیشه. از رفاقت شما مون قاضیه میگفت. پی این جماعت به تن من زیاد خورده بود. میدونستم اینا مرامو معرفت سرشون نمیشه. حتی نوید من به تو میگه عمو. منو تو ختم رفاقتمون به اخوت رسیده. جهان نمیتونم، حکم بریده شده. این چه حکم نیست؟ بریدن اخوت بین ما دو تاست. جهان حق و ناز کمر میشکنه، قانون اخوی و غیره سرش نمیشه. خب اگه اینی که تو حکم کردی دسته چی؟ جلبت میکنم.
چی به سر بچه‌مو بردم؟ یه چند دقیقه معطل شدیم تا قاضی بیاد بیرون. من میدونستم تو سرشی داره میگذره. موادش یه چیزی نبود که به همین راحتی بخواد ولم کنه بریم. جلبت میکنم. عطا چی کار کرد؟ کار درستی کردی پسرم. میدونم چی داره عذابت میده، اما مطمئن باش نه جهان نه کس دیگه از این موضوع با خبر نمیشه. متشکرم. یه کیپ ویژه همین الان نظام شد اونجا آقا. وقتی فهمید شما رو به خاطر مواد گرفتن یه آتیشی پرید تو چشش، یه برقی زد. اونجا بود که من گفتم فاتحه همون خونده است. رفت که مأمور بیاره. بازداشتتون کرد؟ وقتی مأمورا اومدن زدیم به تیپشون رو فرار کردیم. عطا چی؟ قاضی عینه و قرقی دایی دنبالمون. وقتی از ساختمون زدیم بیرون چند تا مأمور خیلی بودن آقا. ریختم برگشتم دیدم یه ماشین نوید و زد آقا. دیگه کاری نمیشد بکنم. آدم مثل این قاضی اگه رفیق داشته باشه 24 ساعت بعد منتظر باشه که حکم احکامش صادر بشه. تو رو خود من اینجوری نذار آقا، تو رو خاک نوید من رو نذار اینجا آقا. آقا جون بچه هم نذار من اینجا بمونم. Hola.